مرساد بروجردی رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری از میزوری همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب بروجردی. دلیل اظهار نظرهای متناقض مقام‌های سپاه پاسداران به ویژه تاکید امروز حسین سلامی درباره دخالت نکردن در حمله حماس چیه؟ بله، عرض کنم که این حرف آقای سلامی واقعا که خودش ید طولایی در شعار دادن داره مهم است به نظر من از دو بابت. یکی این که شاید بزرگان به ایشون و اون آقای رمضان شریف سخنگوی سپاه یادآوری کردند که تبعات مهم به عهده گرفتن یه چنین مسئله برای ایران میتونه چه باشه اگر نقش داشته بوده در اون حملات 7 اکتبر. و دوم به نظر من نکته این هست، این بیانیه قاطعی هست که حماس داده که بگه که ایران هیچ ربطی به این حمله نداشته، هیچ مسئله قاسم سلیمانی در میان نبوده، که به نظر من اینم از این بابت مهمه که وقتی ما نگاه میکنیم به گروه های مثل حماس که اونها رو گروه نیابتی نامگذاری میکنیم، یادمون باشه اونها لزوماً همواره بله قربانگو نیستن. همین سازمان حماس برای مثال در زمانی که جنگ سوریه پیش اومد و آقای اسد نیروهای سنی سوریه رو میکشت، موضعش این بود که از کشور سوریه بیرون اومد، رابطهش رو با ایران قطع کرد، ایران هم کمک مالی رو بهش قطع کرد. بنابراین حالا داریم میبینیم بار دیگر این اختلاف نظرها رو که دارن خودشون رو علنی میکنن. و به نظر من صحبت آقای سلامی در این رابطه بوده که نشون بده ایران لزوماً مسئولیتی در رابطه با 7 اکتبر نداشت. اما برخلاف موارد گذشته علی خامنه‌ای واکنشی نشون نداده، سکوت او رو چطور تفسیر میکنید؟ بله، ببینید اینم به نظر من مسئله است که میتونه عوض بشه در روزهای آینده. اولا یادمون باشه تقریبا 4 سال بعد از ترور سلیمانی این بار آقای خامنه ای میاد و بر جنازه آقای موسوی به اصطلاح نماز میخونه، در مراسم تشییع براش برگزار میکنن، نه تنها در سوریه بلکه در عراق و ایران، که اینها به نظر من نشان دادن اهمیت ایشون است. تلویزیون ایران برنامه معمولی خودش رو قطع میکنه تا خبر کشته شدن ایشون رو بگه. آنچه که مطبوعات غربی نوشتن این است که این آقای موسوی که حدود 4 دهه هست که در سوریه و لبنان زندگی میکرده، بارها اسرائیل خواسته که ایشون رو بکشه و این دفعه موفق شدن. چرا؟ به خاطر اینکه نقش بسیار کلیدی داشته در انتقال اسلحه، کمک به حزب الله و همچنین تنظیم فعالیت‌های ایران در خاک سوریه. بنابراین اینی که می‌دونیم که همین مثلا 1 ماه پیش هم 2 تا دیگه از این سران سپاه در سوریه رو اسرائیل در همه دیگه کشت، ولی آقای خامنه‌ای برای هیچ کدوم از اینا نمیره نماز بخونه، میت بخونه. بنابراین فکر میکنم که این بیان کننده اهمیتی هست که این آقای موسوی برای دولت ایران داشت. سپاس از شما مرساد بروجردی رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری.